ارجسن قاضی زاده همکارم اینجا در استودیو همراه ما است تاکید معاون وزیر کشور بر در واقع عمل کردن زیر چتر علی خامنه این چه معنایی داره ببینید یه تشکیلات اونا مجمع مدرسین حوزه علمیه یه بیانیه صادر کردن که به نوعی برداشت میشد که در دو کشوری موافق هستند تلقی که الان مقامات قضایی کردن علی خامنی بابتش یک سخنرانی کرد گفت هر کسی تحلیلی ارائه کنه که با اون در واقع روایت اصلی جمهوری اسلامی هم خواهی نداره اصلا اقدام علیه امنیت ملی حتی یه آیم خون از جنگ احزاب که باید برین با اینها برخورد بکنین الان همین الان معاون سیاسی آقای پزشکیان تکرار ایجی همین تکرار کرد در واقع هر کسی در ایران از سر تو کشوری صحبت کنه در واقع انگار که اقدام علیه امنیت ملی کرده چرا اصلا چرا اصلا این قصه تو کشوری فلسطین تک کشوری فلسطین تک کشوری اسرائیل اصلا چه رابطی به امنیت ملی ایران داره همه اون کسانی که این رو به امنیت ملی ایران گره زدند، الان این مصیبت رو ساختن همین راه رو آقایون در زمان جنگ ایران عراق رفتن راه هر گونه نقدی رو بستن منتقدان رو خفه کردن و نشون دادن که همه کشور پشت سر سیاست های جنگ طلبانی حکومت از 8 سال اون جنگ رو طول دادن همین مصیبت رو در برنامه هسته ای اجرا کردن در سال که انرژی هسته حق مسلح ماست رو میگفتن در همون سالها هر صدای منتقد رو خفه کرده گفتن اصلا امنیت ملی این حوزه نباید کسی حرف بزنه حالا این قصه رو در مورد جنگ اسرائیل و فلسطین اساسا جمهوری اسلامی با سرکوب منتقدان همه جامعه رو میخواد نشون بده که از اون سیاست ویرانگری که هر دوره یک چیز بوده در واقع نشون بده که مردم حامی اون هستن و هر منطقه رو ببنده اساسا اگر واقعا فکر میکنید که منافع ملی ایران ایجاب میکنه که در این حوزه مداخله بکنه باید اجازه بحث رو در حوزه عمومی هم بدید و همین آقای پزشکیانی که الان سر کار اومده و شعار داده که ما اومدیم که اصلا این برخورد امنیتی رو در واقع جمع بکنیم شدیدتر از هر دولت در واقع اصولگرا و در واقع جبهه پایداری هر کسی از اون جبهه الان داره همون حرفا رو تکرار میکنه این حوزه ای که اتفاقا این بار باید به بحث عمومی گذاشته بشه و مردم ایران بالاخره یک بار تصمیم بگیرن تصمیمی که تاروپود پود زندگی مردم داره از هم پاره میکنه تا چه حد مورد حمایت مردم ایران هست سوال اینجاست که با توجه به همه توضیحاتی که دادی چقدر حکومت واقعا میتونه موفق باشه که یک همصدایی واحدی مانند آنچه که در زمان جنگ بین ایران و عراق وجود داشت این بار بخواد ایجاد بکنه به هیچ عنوان حکومت دیگه اون نه اون اقتدار لازم رو برای چنین پروژه‌ای داره نه چنان مشروعیتی داره در زمان جنگ ایران و عراق بخش عمده از مردم و از حکومت حمایت کردن حتی در زمان اون برنامه ویرانگر هستی که در زمان اواخر دولت خاتمی و احمدی نژاد همون زمان هم حکومت تونست مخالفان خفه کنه این بار نمیتونه نه فضای مجازی بهشون اجازه میده نه اینترنت اجازه میده نه اینکه حتی او پایگاه اجتماعی حکومت اونقدر فربه هست که بتونه چنین اخدای رو در واقع بکنه نه زورش نخواهد رسید اتفاقا صدای منتقدان بلند خواهد بود و اتفاقا باید بلندتر هم بشه نه مثل این مجمع مدرسین که با اول تشر حکومت عقب نشینی کردن عقب نشینی کردن تو این حوزه جایز نیست مردم ایران باید بیان صریحا اعلام بکنن که چنین سیاستی که داره زندگی مردم رو نان شبشون رو در از گرفته نابود میکنه ایران در سمت جنگ میبره خطر امنیتی برای مرزهای ایران داره رو باید بیان با بگن که آیا حمایت میکنن از این پروژه یا نمیکنه اگر مردم حمایت کردند، آقایون برن جلو علی اگر نکردند، این بار باید به حرف مردم گوش بدن و مردم باید این اتفاقی این خاصشون رو تحمیل کنن به حکومت راهش هم ادامه همین فضای بحث و گفتگو هست مرسی از زاده اینجا در استودیو همراه ما